در فردای برف سنگین پاریس و در شبی آرام در باشگاه مطبوعات، در سالگرد تأسیس گزارشگران بدون مرز که 25 سال تأسیس آن را پشت سر می‌گذاریم، جوایز سالانه بهترین رسانه و همینطور بهترین روزنامه‌نگار سال معرفی شدند. در جمع میهمانان خانم شیرین عبادی، رضا معینی، دکتر عبدالکریم لاهیجی و چندین روزنامه‌نگار ایرانی را دیدیم. Merci d'avoir accepté cette invitation pour animer cette cérémonie. Donc ce prix reporter sans مراسم با سخنان ژان فرانسوا جولیار، دبیر گزارشگران بدون مرز، آغاز می شود که میگوید سال 2010 149 روزنامه‌نگار، 131 وبلاگ نویس زندانی و 44 روزنامه‌نگار کشته شدند. Bonsoir et tout d'abord merci à vous tous d'être venus. دومینیک جرومبو، رئیس گزارشگران بدون مرز، در سخنان کوتاهش گفت اگر در فرانسه رسانه ها آزادند، اما دشواری ها بیش از گذشته رخ نشان می دهد. او گفت به بحث و روش صحت و اخلاق ویکیلینکس وارد نمی شود، اما ممنوع کردن را نیز نمی پذیرد و اگر چنین شود سایت گزارشگران بدون مرز به عنوان سایت آینه ویکیلینکس را منعکس می کند. Je suis particulièrement heureuse de partager pour la première fois cette soirée avec و ما در زمان اعلام و اعطای جایزه، خانم ژیزل حلیمی، حقوقدان و وکیل، گفت ترجیح می‌دهد جمله‌ای را از کتاب خانم شیرین عبادی تکرار کند که نوشته شده اگر نمی‌توانید برانداز بی‌عدالتی‌ها باشید، دست کم صدای آن شوید و هر جا می‌توانید تکرار کنید. نامزدها 5 تن از ایران، افغانستان، چین، تونس، هایتی و 1 زن از آذربایجان بودند. Et le journaliste Abdelreza Tajik, journaliste iranien. داوران جایزه روزنامه‌نگار سال را به عبدالرضا تاجیک اعطا کردند و چون وی برای سومین بار در زندان و در سلول انفرادی است، خانم شیرین عبادی جایزه را دریافت کرد و خطاب به حضار گفت ای کاش خود آقای تاجیک اینجا بود و جایزش رو می گرفت. تاجیک الان در زندان در تحت شدیدترین فشارهای جسمی و روحی قرار داره. Monsieur Tajik actuellement emprisonné, il est sous les pressions psychologiques et physiques. گناه تاجیک فقط نوشتن بود. نوشتن حقایق. تاجیک 3 بار بعد از انتخابات جون 2009 به زندان رفت. و در پایان جایزه بهترین رسانه به یک رادیو در سومالی به نام شابل داده شد. تا کنون 3 رئیس پیشین این رادیو به قتل رسیدند، اما رادیو در برابر افراطیون مسلمان مقاومت کرده است. و دست آخر دیوید بارنت، عکاس امریکایی، سخن میگوید که کتاب و عکس‌هایش هدیه است به گزارشگران بدون مرز تا به گفته خودش فروش آن کمک به روزنامه‌نگاران آزادی‌خواه باشد. پاریس، بخش فارسی صدای امریکا.